امروز خونه یکی از پناهندگان عزیزمون، از هموطنان عزیزمون آقای فرزین هستیم. همطور که من اطلاع دارم، میخوام هموطنانمون هم اطلاع داشته باشن برای این مشکلاتی که بر شما گذاشته و چه چیزایی براتون اتفاق افتاده، برای خودتون، برای خانوادتون، و چرا از ایران خارج شدی و اینجا چه مشکلاتی براتون پیش اومده. میخوام با هموطنانمون در میون بذاریم. با سلام خدمت شما و همه هموطنان عزیزم در اقصامات دنیا. من سال 2011 از میهنم ایران به کشور ترکیه مهاجرت کردم برای اعلام پناهندگی به کمیسیون عالی پناهندگان. شرایط خیلی سختی برای من توی ایران به وجود اومد به دلیل شرایط مذهبی که داشتم، کیس مذهبی که داشتم، باعث شد که تو سالهای اخیر به من و همسرم فشار جدی وارد بشه. بنابراین تصمیم گرفتیم که ما به کشور ترکیه بیایم. زمانی که من از ایران اومدم به ترکیه فکرشو نمی کردم که بعد از 2 سال بخواد پرونده من استیناف بخوره، چون با توجه به شرایطی که داشتم، مدرکی که داشتم و مسائلی که برای من به وجود اومده بود و اعلام کردم در کمیسیون عالی پناهندگان، با این وجود فکرش نمی کردم که پرونده من با استیناف روبرو بشه. زمانی که من اومدم اینجا دخترم 5 ماهش بود، ولی الان 2 سال و چندین ماهشه و الان شرایط خیلی سخت‌تر از زمانی که من وارد کشور ترکیه شدم شده و من به هیچ عنوان فکر نمی کردم که بخواد یه همچین پروسه زمانی رو دنبال بکنه پرونده من. چون من از ایران که اومدم دلیلش شرایط سخت مذهبی که برای من پیش اومده بود، به وجود اومده با فعالیتی که داشتم، باعث شد که من حتی چندین بار شهرم عوض کردم برای زندگی و از کارم بیرون اومدم و یه مدتی هم حتی تو ملعام حاضر نمی شدم، شهر خودم نمی رفتم، تا به این نتیجه رسیدم که بخوام به ترکیه بیام. ما اینجا که اومدیم سال 2011 به ما تاریخ‌های بلند مدت پیش مصاحبه دادن و بعد از اون، بعد از 6 ماه 7 ماه که بعد پیش مصاحبه شدیم، تاریخ‌های بلند مدت یک سال و نیمه برای مصاحبه اصلی دادن بدون اینکه تماس بگیرم و مصاحبه ما رو جلو بندازن. در نتیجه الان که دارم با شما صحبت میکنم، بعد از 2 سال پرونده من با جواب استیناف و ردی UN روبرو شده. شرایط اینجا هر کسی که میشنوه به هر حال فقط در حد اینه که چیزی گفته باشه ما اونم شنیده باشه، ولی واقعا شرایط اینجا جوریه که تا آدم خودش از نزدیک نبینه و حس نکنه نمیتونه درک بکنه که اشخاصی که به کشورهای مختلف میان، از کشورشون، میهنشون جدا میشن برای پناهندگی، واقعا با چه مشکلات جدی مواجه هستن. واقعا خیلی سخته و من خیلی دوست دارم که کسانی که هم‌میهنانمون مخصوصا آگاه بشن که هموطنانشون تو چه شرایط سختی خارج از میهنشون دارن زندگی میکنن، در صورتی که ما اگر تو کشور خودمون میموندیم و سلطنت خودمون رو داشتیم، سلطنت واقعی و حقیقی و قدیمی خودمون رو داشتیم، هیچ وقت نمی اومدیم یک کشور غریب که زبونشون رو بلد نیستیم، یک کشوری که اجازه کار نداریم، هیچ گونه کمک به ما تعلق نمیگیره، یا اگرم جایی میخوایم مشغول به کار بشیم پلیس میدونه و جلوی ما رو میگیره، یا متوجه میشن که ما پناهنده هستیم، حتی حق روزانه ما، حتی برای 1 روز 2 روز کار کردن حق روزانه‌مون رو بهمون نمیدن و هیچی. یعنی شما با این تفاصیل بدونین شما از چه راهی میخواین به حساب درآمدی داشته باشین و زندگی روزمره‌تون رو سپری کنین و آخرش هم با شکست پرونده روبرو بشین. یه سوالی ازتون بپرسم. موقعی که با همسرتون صحبت میکردیم، هر اون صحبتی که داشتیم، به خاطر شما
مزدوران حکومت جمهوری اسلامی برای خانوادهشون، برای خانوادهتون خیلی مشکل پیش آوردن. چه مشکلاتی پیش آورده بودن؟ چه اذیتایی میکردن اونا رو بعد از اینکه شما از ایران اومدید بیرون و قبل از اون؟ بله، زمانی که من ایران بودم و با مشکل جدی کیسم روبرو شدم که بر اساس یه سری باورهای شخصی بود و تغییر دینم بود، زمانی که متوجه شدن خواستن جلوی این قضیه رو بگیرن، چون نمیخواستن، دوست ندارن رواج پیدا بکنه این مسائلی که خلاف افکار اونا و خلاف قانون اونا هست، دوست ندارن رواج پیدا کنه، حتی جایی گفته بشه. در نتیجه منو خیلی مورد آزار و اذیت قرار دادن، ولی من سعی میکردم که با تغییر منزلم از شهر به شهر یه مقدار از این فشار رو کم بکنم، ولی در نتیجه منجر به این شد که خودم فهمیدم که با مشکل جدی روبرو شدم و مسئله بازداشت من تو ایران باعث شد که من تصمیم جدی بگیرم و از کشور خارج بشم و بعد از اونم با این وضعیت برگردم ایران. درسته، همون که خب خیلی سخته یه نفر، یکی که توی کشور خودش یه اباحتی داشته به هر دلیلی اومده اینجا و اینجا زندگی میکنه و توی اتاق 20 متری خودش، همسرش و بچهش داره زندگی میکنه. خب خیلی سخته و همطور که ما آگاهی داریم میخوام هموطنانم بدونن که مشکلاتی که شما دارید اینجا برای بچه‌تون چه مشکلاتی پیش میاد، چه مشکلاتی برای خودتون از لحاظ کاری که بدون هیچ جا کار نمیدن و مشکلات مریضی که برای خانمتون پیش اومده. بله، همونجور که شما اشاره کردین، یکی از بزرگترین مشکلات و اولین مشکلات من، شاید الان این الان عنوان بشه کسی ندونه ولی یعنی نشنیده باشه، مسئله واکسن زدن دختر من بود که کارت واکسنش رو از ایران، چون من خیلی سریع از کشور خارج شدم، از میهنمون خارج شدم، نتونستم خیلی مدارک با خودم بیارم. ما در حد اینکه بخوایم لباسمون رو، لباسای به حساب مهممون رو برداریم بیاریم، خیلی از مدارک رو من نتونستم بیارم اینجا ارائه بدم و مشکل جدی دخترم سلامتیش و واکسن ماهیانش بود که اینجا قبول نمی‌کردن که به هیچ عنوان اینو واکسن بزنن، چون نمیدونستن چه واکسن هایی خورده. من با سختی زیاد بعد از چندین ماه تونستم از ایران یکی از دوستان کارت واکسن مجددی صادر بکنه و به اینجا بیاره. و جالب اینجاست که من هر جا میرفتم و اعلام میکردم که بحث سلامتی دخترمه، اینجا با بیتفاوتی جواب میدادن. زمانی که اومدیم اینجا برای کار مراجعه کردم، چون زبون بلد نبودم، نمیتونستم صحبت بکنم، نمیتونستم حرفشون رو بفهمم، از من کار سنگین میکشیدن. بعد دو روز سه روز کار کردن یه جا، پولمون رو نمیدادن، حقمون رو نمیدادن و ما به دلیل شرایط پناهندگی یک کشور غریب نمیتونستیم که حرفی بزنیم و مجبور میشدیم کارهای ساعتی انجام بدیم، کارهای روزانه ساعتی. و الان بعد از دو سال همسر من از لحاظ روحی ضربه شدیدی خورده، یعنی نمیتونه بپذیره که بدون هیچ جوابی، بدون هیچ هدفی ما از کشور، به خاطر باورهای شخصی که هر انسانی که خلق شده تو این دنیا میتونه باورهای شخصی آزاد خودش داشته باشه، ولی متاسفانه ما توی میهنمون با این مسائل جدید، یعنی قانونهای جدید، حکومت جدید، قدرت جدید، چون همین الانش تو حساب قانون یکی نیست، قوانین یکی نیست، قدرت یکی نیست، قدرت ها مختلفن، خیلی سخته که یک شخص بتونه باور خودش رو برای خودش حفظ بکنه، چون با باور ما هم کار دارن، با باوری که هر انسانی آزاده، چون زمانی که به دنیا میایین این چیزی نیست که بخواد شخص به شما داده باشه، این چیزی از جانب خداوندمون. متاسفانه الان که من اینجا پیش شما نشستم، واقعا نمیدونم سوالم از سازمان یون این بوده و هست، تکلیف ما چی میشه؟ ما نمیتونیم برگردیم کشورمون،
چون مسائل و مدارکی که ما اعلام کردیم، مدارک حقیقی که اعلام کردیم برای اونا غیر قابل قبول بود. من دیگه واقعا نمیدونستم چه چیزایی باید ارائه بدم برای باور کردن وکلا و اینکه واقعا ما شرایطمون شرایطی نیست که بتونیم زندگی نرمالی در کشورمون داشته باشیم، نه یک زندگی آنچنانی، بتونیم زندگی نرمالمون رو با اتفاقات و حوادث ناگواری که برای من همسرم پیش اومد حفظ بکنیم. واقعا من همین الان سوالم حتی از خود شما اینه که ما واقعا من کمک میخوام که یکی از لحاظ فکری کمکم کنه، چی میشه تکلیفمون به چه صورت میشه که ما پروندهمون با استیناف مواجه شده و مدارک دیگه قوی تر از این نداریم که بخوام ارائه بدیم که واقعا برای ما مشکل به وجود اومده که میهن عزیزمون رو، میهنی که توش به دنیا اومدیم، پدرم اجدادمون در اون کشور به دنیا اومدن رو ترک بکنیم و به یک کشوری بیایم که واقعا برای ما ارزش قائل نیستن و هیچ کمکی حتی از لحاظ فکری به ما نمی‌کنن. متاسفانه کوتاهی همیشه بوده و هست و امیدوارم که بتونیم یک کاری انجام بدیم براتون، ولی کار اصلی رو امیدوارم که صداتون رو ما بتونیم به هموطنامون برسونیم که چه از لحاظ فکری چه از لحاظ مادی، چون توی خونه سه خوابه چهار تا خانواده زندگی کردم واقعا خیلی سخت داره. یعنی من بازم ازتون تشکر میکنم با وجود این اجازه دادید که ما امروز بیایم پیشتون و از وضعیتتون هموطنامون آگاهی بدیم که بعد در چه شرایطی واقعا هموطنامون هستن و وقت خواب نیست در حال حاضر و بیدار بشیم. فقط کمک این نیست که من یک کمک نقدی کردم و ول کنم برم، همونطور که گفتیم ما به همه کمک های احتیاج داریم. دقیقا امیدوارم که صداتون رو بتونیم برسونیم به هموطنمون و هر کاری که از دستمون بیاد براتون انجام بدیم. تشکر میکنم ازتون. خواهش میکنم، من از شما تشکر میکنم و امیدوارم که تمام هموطنانمون لااقل به نوعی با خبر بشن از زندگی هموطنانشون در اقصا نقاط دنیا. همونجور که شما هم گفتین هر کمکی که از دستشون برمیاد بتونن انجام بدن. خود تشکر از شما و از بنیاد نوروز که این وقت رو در اختیار ما گذاشت که ما بتونیم ذره کوچیکی از مشکلات پناهندگان خارج از میهنمون به گوش هموطنانمون در اقصا نقاط دنیا برسونیم. با تشکر از شما خسته نباشید.